بسیاری از افراد میپرسن اگه هدف از آفرینش و خلقت انسان هدایت بشر بوده، پس هدف از خلقت شیطان چی بوده؟ چرا خدا موجود منحرفی رو آفریده و سر راه انسان قرار داده تا اونو امتحان کنه؟ اصلا این شیطان کی و چطور و از چه راههای انسان رو از راه راست به دور میکنه؟ قبل از تماشای ادامه برنامه و برای حمایت از ما، این ویدیو رو لایک کنید و کانال مسلمان تیوی رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو فعال کنید تا به محض انتشار ویدیو جدید یوتیوب شما رو از اون مطلع کنه و اگه گوشی شما به زبان فارسی هست روی دکمه مشترک شدن کلیک کنید. به نام خدا. سلام به یکی دیگه از برنامه‌های کانال مسلمان تیوی خوش اومدید. اگه شما هم با ابهامات و پرسش‌هایی که ابتدای برنامه اشاره کردم درگیرین و ذهنتون رو مشغول خودش کرده، خوب جایی اومدید. شیطان به موجود سرکش و متمردی اطلاق میشه که میتونه انسان، جن و یا جنبندگان دیگه باشه. همچنین به موجود شرور و دور از حق هم شیطان گفته میشه، حتی به انسان‌های شرور و مفسد هم اطلاق میشه. قرآن کریم میگه بدین گونه برای هر پیامبری دشمنی از شیطانهای انسانی و یا جنی قرار دادی. در حقیقت همه اینها شیطان هستن، یعنی شیطان به هر موجود موذی و منحرف و طاغی و سرکش، چه انسان باشه و چه غیر انسان، گفته میشه. ابلیس نام شیطانیه که حضرت آدم و حوا رو فریب داد و همین حالا هم با لشکر و جنود خودش در کمین انسان هاست. موجودی که از راه راست به دوره و در صدد آزار دیگران، موجودی که سعی میکنه ایجاد دو دستگی کنه و اختلاف و فساد به راه بندازه. با این اوصاف برخی افراد میگن چرا خدا این موجود منحرف و اغواگر رو آفریده؟ اصلا فلسفه وجودی خلقت شیطان چیه؟ اولا باید بگم که خداوند شیطان رو شیطان نیافرید. همین شیطان منحرفی که ما ازش متنفریم و دشمن خونی ماست، سالها همنشین فرشتگان بود و فطرت پاکی داشت، اما بعدها از آزادی خودش سوء استفاده کرد و بنای طغیان و سرکشی گذاشت. بنابراین شیطان در آغاز پاک آفریده شد و انحرافش بر اثر خواست و اراده خودش بود. دوما از نظر سازمان آفرینش، وجود شیطان برای افراد با ایمان و اونایی که میخوان راه حق و در پیش بگیرن زیان بخش نیست، بلکه وسیله پیشرفت و تکامل اونهاست، چرا که پیشرفت، ترقی و تکامل همواره در بین تضادها صورت میگیره. به بیان ساده تر بخوام بگم، یعنی انسان تا در برابر دشمن نیرومندی قرار نگیره، هرگز نیروها و نبوغ خودشو بسیج نمیکنه و بکار نمیندازه. وجود همین دشمن نیرومند سبب تحرک و جنب و جوش بیشتر انسان و در نتیجه ترقی و تکاملش میشه. جالبه بدونید شیطان از جنس جنه و احزابی داره که تحت ولایتش قرار میگیره. اینجوری شیطان بر اونها تسلط پیدا میکنه و اونها رو به زشتی ها فرمان میده و البته گام به گام منحرفشون میکنه. به خاطر همینه که قرآن میگه ولا تتبعوا خطوات شیطان، یعنی از گام های شیطان پیروی نکنید. خطوات به معنی گام و قدمه و خطوات شیطان به معنی گام هایی که شیطان برای رسیدن به هدف خودش و اغوا و فریب مردم برمیداره. جالبه که خداوند بعد از اینکه دستور میده از خطوات شیطان پیروی نکنید، بلا فاصله میگه او دشمن آشکار شماست. جمله انه لکم عدو مبین که بیش از 10 بار به دنبال نام شیطان در قرآن اومده، برای اینه که تمام نیروهای انسان رو برای مبارزه با این دشمن بزرگ و آشکار بسیج بکنه. هرگز یه انسان پاکدامن و با ایمان یه مرتبه در آغوش فساد قرار نمیگیره، بلکه گام به گام این راه و این مسیر رو طی میکنه. گام اول معاشرت و دوستی با افراد آلوده است، گام دوم شرکت در مجلس اونها و گام سوم فکر کردن به گناهه. تو گام چهارم ارتکاب مصادیق مشکوک و شبهات به وجود میاد، گام پنجم انجام گناهان صغیر است و بالاخره در گامهای بعد گرفتار گناهان بزرگ میشه. درست مثل کسی که زمام امور خودش رو دست جنایتکاری سپرده که او رو گام به گام به سوی پرتگاه میبره تا سقوط کنه و نابود بشه. شیطان برای آدم و حوا قسم خورد که خیرخواهشون باشه و باهاشون کاری کرد که هممون میدونیم. حالا که شمشیر دشمنیشو از رو بست و قسم خورده که گمراهمون کنه، واقعا قراره با ما چیکار بکنه؟
خوبه به خدا پناه ببریم و از شر شیطون در امون باشیم. بعد سوال کنید شیطون چطور به اهداف خودش میرسه؟ قرآن از زبون شیطون میگه سپس از پیش رو از پشت سر و از طرف راست و چپ اونها به سراغشون میرم و بیشتر اونها رو شکرگزار نخواهی یا. شیطون انسان رو محاصره میکنه و سعی داره به هر وسیله‌ای که ممکنه برای وسوسه و گمراهیش تلاش کنه. امام باقر سلام الله علیه میفرماید منظور از اومدن شیطون از پیش رو اینه که آخرت و جهانی که در پیش داره رو در نظر انسان سبک و ساده جلوه بده. منظور از پشت سر اینه که انسانها رو به جمع‌آوری مال و بخل از پرداخت حقوق واجب الهی مثل خمس و زکات اونم به خاطر فرزندان و وراث دعوت میکنه. یعنی میگه مال جمع کنید و خمس و زکات ندید، ورثتون موندن در آینده نیاز به این مال دارن. منظور از طرف راست اینه که امور معنوی رو به وسیله ایجاد شبهات و شک و تردید ضایع میکنه و منظور از طرف چپ اینه که لذت‌های مادی و شهوات رو در نظر انسان زیبا جلوه میده و اونها رو با ارزش براشون نشون میده. حالا که با راه‌های شیطون برای فریب انسان آشنا شدیم، خوبه با چیزایی که شیطون رو ناراحت میکنه هم آشنا بشیم. روزی ابلیس تو گوشه مسجد الحرام ایستاده بود. رسول خدا مشغول طواف خونه خدا بود. وقتی حضرت از طواف فارغ شد، دید شیطون ضعیف و رنگ پریده یه گوشه ایستاده. پیامبر رفت جلو و ازش پرسید ای ملعون، چی شده که اینقدر ضعیف و رنجور شدی؟ شیطون گفت یا رسول الله، از دست امت تو جونم به لب رسیده، دارم آتیش میگیرم و صبر و طاقتم تموم شده. پیامبر فرمود مگه امت من باهات چی کار کردن که اینقدر از دستشون مینالی و شکوه میکنی؟ شیطون گفت یا رسول الله، هفت خصلت نیک در امتت وجود داره که من هرچی تلاش میکنم این خصلت ها رو ازشون بگیرم نمیتونم. هر وقت به هم میرسن سلام میکنن، وقتی همدیگر رو میبینن با هم دست میدن، وقت غذا خوردن و شروع کارها بسم الله الرحمن الرحیم میگن، هر وقت حرف میزنن انشاءالله میگن، از گناه استغفار میکنن، وقتی اسم تو رو میشنون بلند صلوات میفرستن و به اهل بیت تو محبت دارن. آره عزیز دل برادر، اگه میخوای شیطون رو آسی کنی هرگز این هفت کار رو فراموش و ترک نکن. ممنون که تا انتهای این برنامه همراه من بودین. با لایک ویدیو کمک میکنید یوتیوبون رو به افراد بیشتری به نمایش بگذاره. تا ویدیو بعد و برنامه بعد شما رو به خدای بزرگ و مهربون میسپارم. خدا نگهدارتون.